مهاجرت از زابل به سوی دیگر شهرها اتفاق تلخی است که اگر از آن جلوگیری نشود، پیامدهای ناگواری به همراه خواهد داشت. کمتر هفته ای است که در خبرها از خشکسالی‌ها و مشکلات ناشی از آن که منجر به مهاجرت روستاییان این منطقه به شهر و مردم این شهر به سایر مناطق شده نشنویم. این در حالی است که زابل در کنال زاهدان تنها شهرهای با اکثریت جمعیت شیعه در استان سیستان و بلوچستان هستند که اهتمام کافی به حل مشکلات آن متاسفانه صورت نگرفته است. در دهه 40 و 50 شمسی هم بر اثر خشکسالی و سیل مهاجرت گسترده از این شهر به سمت سایر مناطق ایران صورت گرفت. اما این بار دامنه مشکلات بسیار فراتر از آن سال هاست و بیم آن می رود که حتی این منطقه خالی از سکنه شده و یا در شرایطی ترکیب اکثریت شیعه آن به گونه ای رقم بخورد. جزئیات بیشتر در گزارش سعید بهاری. زابل یا سیستان، شهری با اکثریت شیعه نشین در فاصله 205 کیلومتری شمال شرقی شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. اگرچه در تاریخ پیشینه زابل به چند هزار سال پیش، حتی دوره هخامنشیان باز می‌گردد و فردوسی شاعر بزرگ و شیعه مذهب ایرانی هم داستان‌هایی از این شهر و اسطوره‌ای به نام رستم در اشعار خود ذکر می‌کند، اما آنچه نام زابل را در میان سایر شهرهای ایران متمایز می‌کند، تعلق خاطر مردم این سرزمین به نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. در روزگاری که اکثر مناطق ایران سنی مذهب بودند، مردم زابل از معدود شهرهایی در ایران بودند که عشق علی در دل و قلب آنان ریشه داشته است و در روزگاری که به جبر تاریخ لعن امیرالمؤمنین در دوران اموی در بسیاری از مناطق مسلمان نشین مرسوم بوده، مردم زابل به دلیل عشق و محبت به حضرت علی علیه السلام حتی در ازای از دست دادن جان و مال خود حاضر به چنین اقدامی نشدند. این خطه همچنین در طول تاریخ کهن خود بزرگان فراوانی در علوم مختلف اسلامی و سایر علوم پرورش داده که منشأ اثر بسیاری در گذشته و حال تاریخ شیعه بودند. اما محرومیت واژه‌ای است که همواره در دهه‌های اخیر با نام این سرزمین گره خورده و متأسفانه هم در زمان حکومت سابق و هم پس از سال 57 توجه کمتری به رشد و توسعه این سرزمین صورت گرفته است. سیل و خشکسالی در دهه‌های 40 و 50 شمسی این دیار را گرفتار خود کرد و خسارت‌های بسیار فراوانی به ساکنان این شهر و روستاهای آن وارد نمود و مهاجرت گسترده مردم به استانهای گلستان، مازندران و خراسان را به همراه داشت. خشکسالی بیش از 10 سال است که همچنان در زابل ادامه دارد و تبعات منفی زیادی بر منطقه و ساکنان آن گذاشته است. بعضی از ساکنان روستاها که توان ماندن نداشتند عازم شهر شدند، اما وضعیت شهر هم دست کمی از روستاها نداشته و هم اکنون مهاجرت از زابل به دیگر شهرها شدت گرفته است. دولت افغانستان با احداث سد کجکی بر روی هیرمند به تدریج توانست آب را مدیریت کند و اولین نشانه های نگرانی در اوایل دهه 80 در هامون ایجاد شد و از آن سال تا به امروز شاهد خشکسالی های پیوسته بوده ایم. اکنون چاهنیمه ها که 4 چاله طبیعی بزرگ برای ذخیره مازاد رودخانه هیرمند هستند به انتهای خود رسیده و طی همین ماه ها به آستانه گلالود می رسند و تصفیه خانه ها قدرت تصفیه آن را نخواهند داشت و عملا آبی برای شرب مردم وجود ندارد. طی روزهای گذشته در ایران اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه بیش از 10,000 خانواده از زابل مهاجرت کردند. این مسئله میتواند مانند دهه‌های 40 و 50 موج مهاجرت بزرگی در پی داشته باشد. اما این بار این مسئله موجب میشود مردم زابل منطقه را به طور کلی ترک کنند.
محمد تقی رخشانی فعال حوزه رسانه در سیستان میگوید سیستان بدون کشاورزی قابل تصور است، اما بدون تالاب و دریاچه نه. حبیب الله دهمرده نماینده زابل در مجلس ایران هم گفته است کشاورزی و دامپروری سیستان به کلی از بین رفته و کارخانه‌ای هم در منطقه نداریم تا مردم در آن مشغول شوند. اگر مرز را از دست بدهیم تبعات آن به هیچ صورت قابل جبران نیست. کسی که کوچ کند برگشت ندارد و دولت امروز باید با قید فوریت به موضوع سیستان رسیدگی کند. از نکات قابل تأمل در این مهاجرت ها برهم خوردن ترکیب جمعیت این شهر با اکثریت شیعه است که در صورت تداوم مهاجرت ها احتمال تغییر شرایط به گونه دیگر وجود دارد. اگرچه سیاست های کنترل جمعیت که در دهه 70 شمسی از سوی دولت ایران اعمال شد فقط در میان شیعیان رعایت می شد و اهل تسنن با توجه به توصیه بزرگان خود خود را ملزم به رعایت آن نمی دانستند، لذا همین امر موجب افزایش جمعیت آنان تا کنون شده است. اما احتمال آنکه بر اساس سیاست‌هایی با تداوم مهاجرت شیعیان وضعیت ترکیب جمعیتی زابل به شکل دیگری رقم بخورد وجود دارد که لازم است تدابیر لازم در این خصوص توسط دستن در کاران امر صورت پذیرد. سعید بهاری، اخبار شیعه.